شاه مسعود فرزند سرهنگ دوست محمد خان در سال 1332 در قریه جنگلک ولایت پروان در یک خانواده متمول متولد شد. مسعود تحصیلات ابتدایی خود را در کابل گذراند و دو سال نیز در رشته مهندسی در دانشکده پلی‌تکنیک تحصیل کرد، اما با اشغال افغانستان توسط نیروهای ارتش سرخ تحصیلات خود را رها کرد و به مبارزان پیوست. به سال 1358 تا 1367 فرماندهی مجاهدین را در دره پنجشیر بر عهده داشت و در این مدت در 8 حمله بزرگ شکست‌های سنگینی را به نیروهای شوروی سابق وارد کرد. مسعود اراده قوی و چهره بشاش داشت، کمتر صحبت می‌کرد و در رشته‌های گوناگون ورزشی به ویژه تیراندازی مهارت خاصی داشت. زبان مادری وی دری بوده و به پشتو وارد و قادر به تکلم بود. زبان فرانسه را خوب می‌دانست و زبان انگلیسی و عربی را نیز صحبت می‌کرد. از حیث توانمندی طراحی جنگ می‌توان او را از متخصصان فن جنگ چریکی دانست. مکتبی که او در جنگ‌های چریکی همواره مد نظر داشت، به گفته یکی از همرزمانش بر 5 اصل متکی بود. اول، اصل اتکا به اصول علمی در جنگ‌های چریکی. دوم، اصل تأمین امنیت و اراده مردم پیش از وقوع جنگ. سوم، اصل نگاه جامع به طوری که وی در همه طرح‌های استراتژیکی که برای جنگ‌های چریکی تنظیم می‌کرد، منافع کشور افغانستان را به عنوان یک کلیت منسجم در نظر می‌گرفت. چهارم، اصل تطبیق و رعایت قواعد شریعت. و پنجم، اصل عدم استفاده از دارایی‌ها و اموال دولت برای امور شخصی. احمد شاه مسعود در سال 1371 در رأس نیروهای مجاهدین به عنوان فاتح کابل وارد پایتخت شد و حکومت اسلامی افغانستان را اعلام نمود. پس از سقوط کابل در سال 1375 که با مداخله عوامل پاکستان و تهاجم گروه طالبان صورت گرفت، احمد دوره جدیدی از مقاومت و مبارزه را آغاز نمود و فرماندهی نیروهای جبهه متحد اسلامی را بر عهده گرفت.